سلام دوستان عزیزم، به کانال راوی شب خوش اومدید. با من همراه باشید تا قصه امشب رو کنار هم بشنوید. آوردن در شهر نیشابور پیرزن فقیری زندگی میکرد که پسرخوندهی به نام اقبال داشت. اقبال از زبون مردم شهر شنیده بود که کوچه و خیابونای شهر کشمیر رو با نقره و طلا فرش کردن و هر کسی پاش به اونجا برسه اجازه داره هر چقدر الماس و جواهر که میخواد با خودش به شهرش بیاره. حتی شنیده بود در و دیوارای شهر کشمیرم از طلا ساخته شدن. به همین خاطر یه روز تصمیم گرفت بره و با خودش جواهرات زیادی بیاره و مادر پیرش رو از فقر نجات بده. در نتیجه کوله باری برداشت و با مادر پیرش خداحافظی کرد و به راه افتاد و به همراه کاروانی بعد از ماها به کشمیر رسید. ولی در کمال ناباوری دید که اون شهر هیچ فرقی با شهرهای دیگه نداره و از طلا و جواهر خبری نیست. درمونده و پریشون روی سکوی در خونه ای نشست تا استراحت کنه. صاحب خونه که مرد ثروتمند و خوشقلبی بود وقتی اقبال رو دید ازش شرح حالش رو پرسید و وقتی ماجرا رو فهمید بهش گفت فعلا بیا و زیر دست آشپز من توی آشپزخونه کار کن تا بعد ببینیم چی پیش میاد. اقبال خوشحال شد و توی اون خونه بزرگ شروع به کار کرد. ولی مشکل بزرگی که داشت این بود که آشپز خیلی اذیتش میکرد و توی انباری که پر بود از موشای ریز و درشت بهش جای خواب داده بود. نرگس دختر صاحب خونه وقتی فهمید که اقبال از موش میترسه بهش چند تا سکه داد و گفت فردا به بازار برو و یک گربه بخر تا تو رو از شر موشا خلاص کنه. اقبالم به توصیه نرگس فردای اون روز به بازار رفت و چشمش به یه گربه سفید و زیبا افتاد. فروشنده بهش گفت که این گربه از نژاد اصیل ایرانیه و گربه خوبیه. اقبالم معطل نکرد و اونو خرید و با خودش به خونه آورد و برد و توی خوابگاه وحشتناکش رهاش کرد. بعدم به آشپزخونه رفت و غروب وقتی کارش تموم شد به خوابگاه برگشت و ظرفی رو که پر کرده بود از گوشت مرغ و بوقلمون و بره جلوی گربه ایرانی گذاشت، ولی گربه اصلاً لب به اون نزد. اقبال تعجب کرد که چرا گربه ایرانی چیزی نمیخوره، اما با خودش گفت که شاید این گربه غذای مخصوصی داره که من خبر ندارم. در از صورت اونقدر خسته بود که فکرش درست کار نمی کرد. با لباس توی رخت خواب افتاد و به خواب رفت. توی روشنایی کمرنگ سحر از خواب بیدار شد و به اطرافش نگاهی کرد. منتظر بود که موشا بیان و از سر و روش بالا برن. ولی هرچی صبر کرد از موش خبری نبود. هیچ سر و صدایی توی خوابگاهش نبود. مثل اینکه جست و خیز موشا تموم شده بود. سرشو بلند کرد و به اطراف نگاهی انداخت و دید همه جا امن و امانه. کنار بالشش گربه سفید ایرانی خوابیده بود و خورخور ملایمی میکرد. اقبال هنوز حقیقت رو باور نکرده بود. از جاش بلند شد و همه جا رو وارسی کرد و دید همه چیز مرتب و منظمه. حتی رد پای یه موشم پیدا نکرد و تازه می فهمید که چرا دیشب گربه سفید ایرانی به اون همه گوشت مرغ و بوقلمون یه نگاه هم ننداخته، چون با گوشت لذیذتری خودشو سیر کرده بود. بله، با گوشت موشا. و از اون شب به بعد اقبال دیگه از موشا ترسی نداشت. روزا توی آشپزخونه زحمت میکشید و زخم زبون و اخلاق تند و زننده آشپز رو تحمل میکرد، ولی در عوض شبا آسوده میخوابید. به این ترتیب روزا و هفته ها گذشت و اقبال با اینکه برای مادر خوندش دلتنگی میکرد، ولی دلش نمیخواست با دست خالی به نیشابور برگرده.
و شاهد فقر و بینوایی پیرزن باشه. پس چاره‌ای جز صبر و تحمل نداشت. زندگی اون در اون خونه بزرگ و کنج آشپزخونه میگذشت تا اینکه روزی از روزها ناخدا دلاور به اون خونه اومد. و اونطور که خدمتکارا میگفتن ناخدا دلاور هر سال میومد و هر کس جواهر یا طلا یا چیز قیمتی داشت بهش میسپرد. و ناخدا که با کشتی بزرگ خودش به سواحل آفریقا میرفت این چیزا رو به قیمتهای بسیار خوبی به ثروتمندای اون حدود میفروخت و در بازگشت 90% از این مبلغ رو به صاحب جنس میداد و 10% هم برای خودش و کارگران کشتیش برمی داشت. ناخدا دلاور اونقدر شریف و درست کار بود که همه بهش اعتماد داشتن و قیمتی ترین جواهراتشون رو با خیال آسوده به دستش می سپردن. اون روزم ورود ناخدا به خونه آقای لل همه رو به تکاپو انداخته بود. هر کس از گوشه‌ای می دوید و چیزی رو می آورد و به ناخدا می سپرد. اما اقبال اون روزم افسرده و درمونده گوشه آشپزخونه مونده بود و ظرفا رو می شست و در شوق و شادی دیگران شریک نبود. هیچ کس هم بهش فکر نمی کرد غیر از نرگس دختر ارباب که دلش برای اون می سوخت و اون روزم به آشپزخونه رفت و بهش گفت اگه چیزی داره به ناخدا بسپاره تا براش بفروشه. اقبال که چیز با ارزشی نداشت با غم و قصه به نرگس نگاهی کرد و حرفی نزد. اما نرگس یکمی فکر کرد و گفت اقبال آن گربه ایرانی را بیاور و به ناخدا بسپار. اقبال گفت نرگس خانم سر به سرم نگذارید. ولی نرگس اصرار کرد و گفت شاید در آنجا این گربه قشنگ خریداران خوبی داشته باشد. اقبال هنوز تردید داشت و پیش خودش فکر میکرد که اگر گربه رو از خودش دور کنه دوباره لشکر موشا به خوابگاهش هجوم میارن. نرگس فکر اون رو خوند و بهش گفت از موشا ترسی نداشته باش، فردا دوشنبه است و میتوانی از بازار روز گربه دیگری بخری تا با موشهای خوابگاهت در بیفتد. خلاصه نرگس انقدر اصرار کرد که اقبال تسلیم نظر اون شد و گربه سفید ایرونی رو بغل کرد و برد و به ناخدا سپرد. همه اهل خونه میخندیدن و فکر میکردن که اقبال میخواد با ناخدا شوخی کنه که گربش رو برای سفر به آفریقا به ناخدا سپرده. ولی خب ناخدا که مرد خوب و با ادبی بود چیزی نگفت و گربه ایرونی رو همراه با چیزای قیمتی که خانواده لعل و خدمتکارانش بهش سپرده بودن با خودش برد. فردای اون روز اقبال به بازار رفت و گربه سفید و قشنگی خرید که درست شکل و شمایل گربه‌ای بود که به آفریقا رفته بود. این گربه هم از همون نژاد ایرانی بود و موهای بلند و سفید و چشمای براقی داشت و مثل گربه قبلی توی جنگ با موشا بیرحم بود. به همین دلیل بعد از مدتی اقبال گربه اول و فراموش کرد و به زندگی عادی خودش توی اون خونه ادامه میداد. و اصلا امیدی نداشت که روزی دستش به جایی بند بشه و کار و شغل مناسبی پیدا کنه که بتونه پول زیادی پس انداز کنه و به شهرش نیشابور برگرده. قضیه گربه و ناخدا دلاور و سفر آفریقا هم کم کم فراموش شد و توی خونه لال هیچ کس از این چیزا حرفی نمی زد. هرچند که اقبال خیالش از طرف موشا آسوده شده بود ولی از دست سابوی آشپز دلش خون بود. روزی نبود که این آدم بد اخلاق به بهونه‌ای سرش داد نکشه و زخم زبونی بهش نزنه. تنها دلخوشیش این بود که سابو بهش فوش میده ولی از ترس نرگس دختر ارباب کتکش نمیزنه. خلاصه هفته ها و ماه ها گذشت تا اینکه روزی از روزها اقبال از خدمتکارای خونه شنید که ناخدا دلاور از سفر آفریقا برگشته و اون روز قراره به اونجا بیاد و همه بی صبرانه در انتظارش بودن.
نزدیکای عصر انتظارا به پایان رسید و ناخدا دلاور به اون خونه اومد و دو نفر از کارگران کشتی هم همراهش بودن که چند تا کیسه بزرگ روی دوش هر کدومشون بود. همه با تعجب به اون دو تا کارگر و کیسه هایی که آورده بودن نگاه میکردن و کنجکاو بودن که زودتر از قضایا سر در بیارن. جناب لعل و همسرش و همه خدمتکارای خونه دور ناخدا دلاور جمع شدن و بهش خوش آمد گفتن. ناخدا از همه اونا تشکر کرد و صندوقچه‌ای رو باز کرد و نام یکی که اهل خونه رو که چیزایی بهش سپرده بودن خوند و به هر کدوم چند تا سکه طلا داد و گفت که این سکه ها بهای اون چیزایی که به من دادی. همه اهل خونه و به خصوص خدمتکارا از معامله با ناخدا دلاور خوشحال شده بودن. جناب لعل وقتی ناخدا دلاور سهم هر کس رو به دستش میداد ازش پرسید: ناخدا، آن کیسه های بزرگ که آن دو کارگر با خودشان آورده اند از آن کیست؟ و ناخدا گفت: اول به من بگویید آن شاگرد آشپز که اهل نیشابور بود کجاست تا بعد جوابتان را بدهم. جناب لعل گفت: حتما منظورتان اقبال است. او از آشپزخانه بیرون نیامده. پیش خود حساب می کند گربه او قدر و قیمتی نداشته که بیاید و از شما چیزی مطالبه کند. ناخدا در جواب جناب لعل گفت: زود یک نفر برود و او را بیاورد. خلاصه دو نفر از خدمتکارا همراه نرگس به آشپزخانه رفتن و اقبال را به حضور ناخدا دلاور آوردن. اقبال با خجالت سرش رو زیر انداخته بود و جرأت نمی کرد توی چشمای ناخدا نگاهی بکنه. ناخدا وقتی چشمش به اقبال افتاد گفت: بی خود و بی جهت نیست که نام تو اقبال است. اقبال، این کیسه ها که می بینی پر است از نقره و طلا و چیزهای قیمتی و همه ی آنها مال توست. چند کیسه دیگر هم پر است از این جور چیزها که فردا صبح کارگران من می آورند و به تو تحویل می دهند. نرگس با تعجب گفت: ناخدا دلاور، شاید قصد دارید با اقبال شوخی کنید. این روزها اوقات اقبال خیلی تلخ است و برای شوخی آمادگی ندارد. ناخدا در جواب نرگس گفت: نرگس خانم، من قصد شوخی ندارم و در عمرم به کسی دروغ نگفتم. قضیه از این قرار است که ما در این سفر در سواحل آفریقا با رئیس قبیله‌ای آشنا شدیم که ثروتش حد و حساب نداشت. هرچه با خودمان برده بودیم همه را برای خودش و افراد قبیله‌اش خرید و شبی ما را مهمان کرد. آن شب در ضمن گفتگو برای ما شرح داد از همه نعمت‌های دنیا برخوردار است، اما قصه‌ای بزرگ دارد. پرسیدیم که قصه بزرگ او چیست و او جواب داد که در اطراف ما موش فراوان است و شبها در چادر خواب من موشها یک لحظه راحتم نمی گذارند و بعضی از شبها تا صبح یک آن خواب به چشمم نمی رود. وقتی این داستان را شنیدم صبح روز بعد گربه ایرانی را برای او بردم و گفتم این حیوان را امشب در خوابگاه خود نگاه دارید و فردا نتیجه را به ما بگویید. رئیس قبیله که تا آن روز گربه ندیده بود با تعجب و ناباوری گربه را به یکی از خدمتکاران خود سپرد و قول داد که آن شب حیوان را به خوابگاه خود ببرد. اما برای من کاری پیدا شد که چند روزی نتوانستیم سراغش برویم. تا آنکه یک هفته بعد برای خداحافظی نزد او رفتیم. چشمانش از خوشحالی برق می زد و گفت که چندین روز بود که منتظرتان بودم. نمیدانید این گربه ایرانی چه خدمت بزرگی به ما کرده که شرحش با هیچ زبانی امکان ندارد. خلاصه من و همراهانم یک ساعت در حضور رئیس قبیله بودیم و او با شوق و ذوق برای ما شرح میداد که گربه ایرانی چنان زهر چشمی از موشها گرفته که حتی یکی از موشها جرأت ندارد به خوابگاهش نزدیک شود. در موقع خداحافظی رئیس قبیله مقدار زیادی طلا و نقره و چیزهای قیمتی به ما داد که به صاحب این گربه ایرانی برسانی و ما یک قسمت از آن را در این دو کیسه ریخته ایم و بقیه را هم فردا صبح کارگرانم می آورند و تحویل دوست عزیزمان اقبال خواهند داد. القصه
اقبال وقتی این داستان رو شنید از شدت شوق به گریه افتاد و چند دقیقه گذشت تا بتونه به خودش مسلط بشه و حرفی بزنه. همه دورش جمع شده بودن و میخواستن بدونن که اون میخواد با این همه طلا و نقره و چیزای قیمتی چیکار کنه و چه نقشه‌ای برای زندگیش داره. اقبالم گفت که این چیزا مال من نیست و همه اونا مال نرگس خانومه، چون نرگس خانوم پول خرید این گربه رو به من داده و تشویقم کرده که گربه رو به ناخدا دلاور بدم. نرگس ازش تشکر کرد و گفت این گربه ایرانی مال تو بود و همه این چیزها مال توست. تو به کشمیر آمده بودی که با چند تا کیسه پر از طلا و جواهر به نیشابور برگردی و چه خوب شد که به آرزویت رسیدی. در نتیجه اقبال چند روز بعد همراه کاروان بزرگ به نیشابور برگشت و بقیه عمرش رو به راحتی در کنار مادر خوندش گذروند. دوستای عزیزم، اگه این قصه رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برام بنویسید. تا شب دیگه و قصه دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب همتون بخیر.